این مسئله شفاعت هست. فکر نمی کنم ما در این مورد بحث طولانی تالا کرده باشیم با بینندگان عزیز. حدود شاید در 12 آیه باشه در قرآن که مسئله شفیع رو مطرح میکنه و یک مقدار بعضی وقتا با هم ممکنه به نظر بیاد تناقض داشته باشه. بعضی وقتا مشخص میکنه که به اصطلاح این فقط خداوند هست که ولی و شفیع هست، بکنم بله. در سوره انعام باشه و اشاره که شده شفاعت و توسل به اشخاص و انسانهای مثل خودمان. سوال بینندمون اینه که این آیا همچی چیزی قرآن مطرح کرده که شفاعت از انسانها میشه کرد؟ یعنی انسان هایی هستند که به اصطلاح بهشون رجوع کرد و شفیع بشن برای اینکه شما فرزند گناهاتون بخشیده بشه یا نزدیکی به خداوند پیدا بکنید. بله، ببینید این برمیگرده و بستگی به این پیدا میکنه که ما از مسئله شفاعت چی بفهمیم، شفاعت رو چگونه بگیریم. شفاعت در زبان عربی شفعه میاد، شف یعنی پیوند پیدا کردن، منظم شدن چیزی. شما وقتی که درس میخونید، فیزیک میخونید، شیمی میخونید، اینا شفع شما میشه، منظم میشه، پیوست به شما پیدا میکنه. شما اگه برید فن شنا یاد بگیرید، آدم از قیافش، از ظاهرش معلوم نیست که این شنا بلده، ولی میاد در وجودش، در تجربیاتش میاد، شفعش میشه. شفع به زبان عربی یعنی در وجود کسی رفتن، پیوند خوردن. یعنی تمام معرفت هایی که ما پیدا میکنیم، علومی که کسب میکنیم، در واقع شفع ما میشه، جزو وسائل زندگی ما است. حالا اشخاص هم همینطور. ببینید شما مثلا در رشته پزشکی مثلا تحصیل میکنید، خب آدم کتاب میخونه، آزمایشگاه میره، بیمارستان میره، استادم بهش کمک میکنه، نیست؟ این استاد میشه شفع انسان، یعنی تجربیات او منتقل میشه به من. بنابراین مجموعه زندگی ما یک سلسله شفاعت هایی هست. شفاعت در واقع یک نوع میل ترکیبیه، یک نوع پیونده. هر انسانی به هر هدفی که میخواد برسه با یک سلسله امکاناتی شفع میشه که تو وجودش میاد. حالا ما اگه شفاعت رو به این معنا بگیریم که انسانهای بزرگواری در تاریخ وجود داشتن، حضرت موسی بوده، حضرت عیسی بوده، پیامبر ما، پیامبران دیگه، انسانهای بزرگواری، اگر آدم از تجربیات اینها در زندگی درس بگیره، از معارفی که اونها حاملش هستن بتونه الهام بگیره، یعنی در واقع اونا رو تو وجود خودش برده. اگر کسانی خب اعتقاد به امام حسین دارن، خب بود تجربه‌ای در زندگی داشته، فداکاری و ایثاری کردن، در راه حق جانشون رو دادن، اگر این رو من فرا بگیرم، بپذیرم، در وجودم ببرم، یعنی ارزش او با من شفع شده، مثل اینکه او شفاعت کرده من رو، البته شخصی نیمده شفاعت کرده کرده باشه، یعنی زندگی من رنگ زندگی حسینی گرفته، از تعالیم حضرت عیسی من تعلیم گرفتم، نیست؟ اون شفع من شده در واقع، این به درد من میخوره تو زندگیم یا در جهان ابدی. ولی یه تصور عامیانه این هستش که نه، من کاری به زندگی اونا ندارم، من زندگی خودم رو میکنم، ولی اونها در آخرت میان نجات بخش من میشن. این یعنی یه تصور پارتی بازی دنیایی است که ما کار خودمون رو میکنیم، اونام چون پیش خدا مقربن و از بندگان ویژه خدا هستن، اونا میان میونبر میزنن، بایپاس میکنن نظام خدا رو. این اصلا توهینه به خدا، یک دیده به اصطلاح پایینه از خداشناسی، انگار خدا اطلاع نداره، خدا بیخبره، یا خدا جلاده. یه انسانای مهربون، انسانای خیلی دلسوزی وجود دارن، خدا اون دلسوزی رو نداره، اینا میان دلشون میسوزه. این میدونه یه دید عامیانه است نسبت به دین. و اینا شفاعت رو اگه درست حساب بکنیم، تمام دنیا در حاله، هر میل ترکیبی که ایجاد میشه، عناصری که به هم میپیوندن، اکسیژنی که با هیدروژن ترکیب میشه، یه شفاعته، یه شفعه که آبو به وجود میارن، یا بقیه عناصر. یعنی شفاعت یه امر تکوینیه، طبیعتاً در عالم انسانام هستش. یا خود توسل هم میتونه، توسل از وسیله میاد، هر کسی هر هدفی داره نیازمند یک سلسله وسائلی هست که به هدف خودش برسه.
یکی از اهدافش میشه انسانهای با تجربه باشه، انسانهایی که به هر حال یک اطلاعاتی دارن و اونها میتونن به آدم کمک بکنن. اگه با این دید نگاه بکنیم، خب توسل به عنوان وسیله پیدا کردن برای رسیدن به یک هدف میتونه توجیه کننده باشه. ولی وقتی که این مسائل میفته دست توده های مردم و تبدیل میشه به یک سلسله خیالات، یک سلسله انتظارات باهی بدون اینکه به عمل خودشون و تلاش خودشون متکی باشن، دیگه حالت تخریبی پیدا میکنه، حالت منفی پیدا میکنه، شکل خرافات به خودش میگیره. عرض کردم همه اینا بستگی پیدا میکنه که نگاه ما به این موضوعات چگونه است، معانی